بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. رهرو منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. کوچ ایرانیان. فعالیت ماها یا طلبه های اون زمان در روزهای مختلف بود، یکیش پخش نوشته ها، اعلامیه ها، بعدها حکومت اسلامی آقای خمینی بود که در شهرستان ها تا روستاهای دور میرفت. بعد خودم بارها رساله ایشون، بیانیه های ایشون، پیام های ایشون رو تا دورترین روستاها میبوده. چون قطبی نشسته بود، آقای رضا قطبی، رضا قطبی نشسته بود، علازت این نطق رو خوندن، به یعنی نگاه کردن اینا، بعد این نطق رو انداختن جلو من رو میز، نگاه کردن به این دوتا آقایون و گفتن که من نباید این حرف رو بزنم، من نباید این حرف رو بزنم، چی من بگم؟ با درود، در آستانه 35 سالگرد وقایع منجر به انقلاب ایران هستیم. برای 35 بار رخداد سال 1357 را مرور میکنیم. نخست وزیری شادروان دکتر بختیار سومین هفته خود را طی می‌کرد و هیچ کس پیش‌بینی نمی‌کرد که تا 4 هفته دیگر آوار استبداد خونخوار ملایان بر سر ملت ایران خراب می‌شود. در این راستا بدیهی است که هر کدام از ما دیدگاه خودمان را داریم و نظرات ما هم در ارتباط با مقدار اطلاعات کسب شده در طی این 35 سال است. همه میپنداریم که دریافت ما از آنچه که بر کشور ما گذشته احیاناً کاملترین و واقع بینانه ترین برداشت است. حساب ساده اندیشان البته کاملاً جداست، زیرا از راحت طلبی سرچشمه میگیرد و در یک جمله به نتیجه میرسد. بله، کار خارجی ها بود. اما که این چیزها پیشبینی لازم داشت. چه پیشبینی قربت برم؟ چه پیشبینی؟ وقتی آخه ما این کارا رو میکردیم کجاشو باید پیشبینی میکردیم که باید یه روزی از یه جایی ضربه ای باید بخوریم؟ آقا جان، همچین ضربه اون زدن که معلوم نشد از کجا خوردیم، واسه چی خوردیم، از کی خوردیم، آخه چرا خوردیم اصلا؟ برادر من، اولا که 3-1 آوردم حظ بکنید، 2 از این مرد حسابی، اونایی که شیش در میکنن، اونایی که میدونن در خونه کی واس بسته باشه، اونایی که میدونن از کجا بیارن که شتلق بزنن رو سرش و بزنن یه لنگ حریف برپا باشه، اونا دارن دنیا رو اداره میکنن. مرد حسابی، مثلا همینقدر وسط بگم که هیچی تو این دنیا اتفاق نمیفته مگر خواست اونا، همونجور میبرن بالا حکومتو میکشن پایین. استاد مهدی قاسمی، تحلیلگر مسائل ایران که بیش از نیم قرن در این مورد تجربه دارد، میگوید فقط یک بودی نباید به این وقایع نگاه کرد، بلکه عوامل مختلفی دست در دست هم دادن و این تغییر و تحول بزرگ اخیر ایران نتیجه یک عامل نیست. اما ما اینجا ننشستیم که همه این عوامل را معرفی کنیم، ولی به چندین عامل مهم می شود اشاره کرد. فساد در رژیم گذشته، استبداد حاکم بر جامعه و فضای امنیتی و سانسور شدید که اگر به هر یک از آنها اشاره کنم در پشتش باید بگویم کدام کشور خاورمیانه‌ای غیر از این بوده. همین چند عاملی را که اسپردم کم و بیش در خیلی از کشورها بوده و هست، حالا ضعیف‌تر یا قوی‌تر. ولی بدون شک عواملی ریشه‌دارتر این تغییر و تحول ایران را نشانه گرفت. کوتاهی رژیم گذشته در شناسایی دشمن واقعی آن آب و خاک و عدم برخورد اصولی با روحانیت ایران ستیز و طرفدار چپاول ثروت کشور، یعنی همان قومی که امروز کشور ما را مصادره کرده است، از اصلهای این واقعه است. و اما امروز برای آشنایی با زیربنای این چپاول تاریخی می نشینیم پای صحبت حجت الاسلام حسن اشکبری که مانند طیف گسترده از روحانیان مورد سوء استفاده قرار گرفته ایران، پس از گذشت 35 سال با چشم باز به وقایع این رویداد اشاره دارد. اطلاعاتی که شاید برای شما تازگی داشته باشد و به باور من
این یکی از عوامل ریشه‌ای در سامان دادن انقلاب اسلامی بوده است که از اشتباهات اساسی رژیم گذشته نیز به شمار می آید. آقای اشکیوری، شما در ایران حجت الاسلام بودید و می دانم که خلع لباس شده اید. به قول بعضی ها خوشبختانه یا بدبختانه. به هر حال اگر ممکنه در ارتباط با فعالیت طلبه ها و حوزه های مذهبی از سال 1342 تا سال 57 که نهایتا منجر به حکومت ملایان در ایران شد برای ما توضیح دهید. بله، فعالیت مذهبی در قم عمدتاً به وسیله روحانیون و طلاب از سال 41-42 تا سال انقلاب تا 21 بهمن خب خودش یک تاریخچه مفصلی نیاز داره و بسیاری از اون افرادی که در اون زمان بودند و نقشی داشتن، حالا بعدها در جمهوری اسلامی یا به مقامات رسیدن یا حتی به مقامات نرسیدن و حتی جزء مخالفان جمهوری اسلامی شدن، حتی بعض از این طلبه ها بعد از انقلاب برای به عنوان به اتهام گرایش به مجاهدین یا عضویت در مجاهدین اعدام شدن بعد از انقلاب. خود شما سال 41 یا 42 در قم تشریف داشتید؟ الان عرض میکنم اینا همه اینها خاطرات، اینها گفته های اینها بخشی از همین فعالیت مذهبی روحانیون و فعالیت سیاسی اینها در دوران قمه. من خودم سال تقریبا 41 رفتم طلبه شدم در شهر خودمون رودسر گیلان، ولی از همین آغاز نهضت روحانیت من رفتم طلبه شدم. به همین دلیل از همون اول گرایش به مبارزه سیاسی پیدا کردم، جزو مقلدان و طرفداران و مبلغان آیت الله خمینی شدم. ولی من سال 44 رفتم قم، یعنی من که قم رفته بودم دیگه اون جنبش دو سه ساله اول، جنبش خیلی تند و رادیکال تقریبا فروکش کرده بود و بعد از 15 خرداد، بعد آمدن آیت الله خمینی از تبعید به قم و مدتی پس از اون از تبعید به ترکیه، خب اون جنبش و اون تحولات و اون سر و صداها و فعالیت ها بسیار محدود شده بود و خفقان هم در قم خیلی شدید شده بود. و بعد از اون که من قم رفتم، مدت پس از اون آیت الله خمینی از ترکیه به نجف رفت. بعد از اون هم که در نجف که ایشون بود، گاه به گاه اطلاعیه میداد و به پیامه ایشون، بیانیه ایشون میامد در قم به وسیله طلبه های این ورانور منعکس میشد و به هر حال فعالیت وجود داشت، منتخب خیلی شدید نبود. در یه دوره مثلا شدید میشد، بعد بلافاصله ساواک دستگیر میکرد افراد رو، باز مدتی محدود میشد. از اون سال 44 من رفتم تا سال 57 فراز نشیب داشت، همیشه مثلا به یه شکل نبود، گاهی ساکت بود قم، گاهی اعتراض میکرد یا یه مقدار از اینا برمیگشت به حوادثی که در تهران اتفاق میفتد. خود شما هم دستگیر شدید؟ بله، بنده هم دو بار دستگیر شدم، یکی در سال 53 در گیلان روز عاشورا از منبر آمدم پایین، مامورین ژاندارمری روسر آمدن بنده رو بازداشت کردن، بعد تحویل ساواک لاهیجان دادن، بعد تحویل ساواک گیلان. دو سه ماهی من اونجا زندان بودم، در بهار 54 آزاد شدم و بس درست یک سال بعد، درست همون زمان سال گذشته، یعنی توی بهمن بود یا اوایل اسفند بود، این بار در قم بازداشت شدم که آوردن من تهران در زندان کمیته، کمیته مشترک ضد خرابکاری. این بارم دو سه ماه بیشتر نبودم، آزاد شدم. منتها دلیل آزادی دوره دوم من، چون اون زمان اینجوری بود اگر کسی بار اول بازداشت میشد خیلی سخت نمی گرفتن، ولی بار دوم به راحتی آزاد نمی کردن، محکومیت می دادن 5 سال 10 سال تحت عنوان تبلیغ. اون موقع می گفتن ماده تبلیغ، یعنی کسی که جزء گروه های مسلح نبود، عرض کنم فعالیت های چریکی نداشت ولی فعالیت تبلیغی داشت، مثلا رساله آیت الله خمینی رو پخش می کرد، بیانیه ایشون رو پخش می کرد یا بیانیه سازمان های سیاسی چریکی رو پخش می کرد، اینجور چیزها فعالیت های در این حدود بود، نارو می گفتن ماده تبلیغ. ماده تبلیغ هم معمولا بین 5 سال تا 10 سال حبس داشت. این دفعه دوم که من بالاخره به محکومیت نسید، حتی به دادگاه هم نرفتم، مسئله فعالیت های حقوق بشری بود که از اواخر 54 شروع شد در دوره مبارزات انتخابات آمریکا و بعد روی کار آمدن کارتر که بعدها بچه ها به شوخی میگفتن دوره جیمی کراسی. در این دوره جیمی کراسی من رفتم زندان و همین دلیل بود که من دیگه به دادگاه اینا کشیده نشد کارم،
و سعی هم که میکردن که زندانی ها رو آزاد کنن. مدت قبل از من هم باز یه گروهی از زندانی سیاسی قدیمی رو آزاد کرده بودن. دیگه ماها که کاری نبودیم عملا، خب بالاخره ما رو هم آزاد کردن. وگرنه یه سال جلوتر از این بود حداقل 7 8 سالی 10 سالی حبس میدادن طبق معیارای اون زمان. نه که ما کار مهمی کرده بودیم ها، طبق معیارایی که اون زمان وجود داشت. اما در ارتباط با سوال شما اجازه بدید من یه طرح کلی ارائه بدم. فعالیت هایی که در این دوران انجام میشد در حوزه خب وسیع بود به نسبه، منتها نکته مهم این است که این فعالیت های سیاسی عمدتاً حول آیت الله خمینی و بیت ایشون بود که در قم به وسیله برادر ایشون مرحوم آیت الله پسندیده رهبری میشد و بعضی از روحانیونی که تابع ایشون بودند. اکثریت مراجع قم یا تمام مراجع قم میتونیم بگیم که اون زمان سه تا مرجع بزرگ بودن، آیت الله شریعت مداری بود، آیت الله گلپایگانی بود و آیت الله نجفی مرعشی بود و چند تا هم از این آیت الله های تقریبا یه مدت سطح پایین‌تر مثل آیت الله سه صادق روحانی بود، آیا مجداشیم آمولی پدر این لاریجانی ها و در اون اوائل آیت الله محقق داماد به تعداد دیگری که بودن. اینها همشون تقریبا به صورت خیلی انقلابی فعالیت نداشتن، بلکه خیلی محدود و اگر هم یه وقتی هم از این طلبای مبارز حمایت میکردن دیگه از باب اینکه حوزه در اختیار اینهاست باید از طلبا حمایت کنن، وگرنه اینها عموما با فعالیت‌های سیاسی انقلابی تند علیه رژیم مخالف بودن. اون چه که در این زمان به اصطلاح اون گروهی که در این زمان این حرکت رو مبارزات رو رهبری میکرد بیت آقای خمینی بود، آقای پسندیده. خود آقای پسندیده هم خیلی آدم تند و رادیکالی نبود، ولی آیت الله منتظری بود که به عنوان برجسته ترین مدرس حوزه علمی قم بود، محور مبارزه در ایشون در به اصطلاح قم ایشون بود در سطح عالی. بعد از این دیگه بعضی از روحانیونی بودن که مثل آیت الله حائری، مثل آیت الله عرض کنم که اسمش الان ببخشید یادم رفت، آیت الله گرامی بوده، نمیدونم که بعضی از روحانیون دیگه بودن که در اون زمان در قم فعال بودن، ولی عمدتاً بار این مبارزه بر دوش طلبه های جوان بود. طلبه های جوان بودن که اینها فعال بودن، فعالیت اینها هم در اوضاعی مختلف بود که شما یکی از اونها بود. بندم یکی از اون طلبه های جوان اون زمان بودیم. فعالیت ماها یا طلبه های اون زمان در اوضاعی مختلف بود. یکیش پخش نوشته ها، اعلامیه ها، بعدها حکومت اسلامی آقای خمینی بود که در شهرستان ها تا روستاهای دور میرفت. بعد خودم بارها رساله هایشون، بیانیه هایشون، پیام هایشون رو تا دورترین روستاها میبردیم. چون این رو هم همینجا بگم که رژیم شاه از سال 32 به بعد تمام نهادهای غیر مذهبی رو تقریبا به شکلی یا کنترل کرده یا سرکوب کرده بود، به خصوص بعد جنبش مسلحانه. اما نهاد مذهب و نهاد روحانیت همچنان بود، هم رژیم نمیتوانست در عمل اینا رو سرکوب بکنه و هم نیازی نمیدید، برای اینکه او هم از مذهب استفاده میکرد و اونم اکثریت روحانیت که با شاه مخالف نبودن، که تعداد روحانیون مخالف شاه و فعال علیه رژیم تعداد اندکی بودن و خب فکر میکرد اینا رو هم کنترل میکنه با زندان رفتن و نمیدونم مهار کردن و کنترل کردن و تهدید کردن و تکمیل کردن میتونه اینا رو نگه داره. احساس واقعا رژیم شاه فکر میکنم تا آخرم احساس خطر جدی از ناحیه روحانیت نمیکرد. همینطور بنابراین این نهاد چون مونده بود، بالاخره من طلبه از قم تا دورترین روستاهای ایران میرفتم. خب وقتی که من میرفتم فعالیت میکردم، من خودم عرض کنم که در دوران انقلاب همه جا میرفتم فعالیت میکردم، همسر بنده هم که در اون زمان به صلاح با هم همکار بودیم به یک معنا، هر کجا که میرفتیم من جلسات سخنرانی طبق معمول رو منبر و اینها داشتم برای مردم عموم و ایشون برای جلسه خانه ها جلسه داشت. بنابراین هم خودم یک مبلغ بودم هم همسرم و این نوع افراد هم کم نبودن، بالاخره افراد دیگری هم بودن، حالا اگر همسرانشون نبودن ممکن است کسان دیگر بودن یا خانمها بودن، حالا خانمها خیلی محدودتر ولی آقایون بیشتر بودن. بنابراین یکی این بود، یکی هم تبلیغ به نفع چریکا. در اون زمان طلبه های قم تماما، اونایی که مبارز بودن تماما سمپات نسبت سازمان مجاهدین خلق بودن، برای اینکه سازمان مجاهدین خلق یک سازمان مذهبی بود، اصلا امید ما تلقی میشد. در اون زمان ما چون فکر میکردیم تنها راه راهی جنگ مسلحانه است، بالاخره ما طلبه ها و یا مبارزان سیاسی و یا پیرمردهای قدیم جبهه ملی و نهضت آزادی، اینا که انقلابی نمیتونن باشن طبق معیارهای اون زمان. حتی تحلیل طبقاتی هم میکردیم که اینها مثلا وابسته به مثلا فرض کنید طبقه بورژواها هستند و عرض کنم یا خرد بورژوازی هستند و نمیدونم طبقات
فرودست جامعه نیستن، انقلاب انقلاب پابرهنگان، انقلاب انقلاب فرودستان. و بنابراین این طلبایی هم که من میگم مبارز بودن عمدتا خواستگاه طبقاتی و اجتماعیشون از همین طبقات بوده. آیش که اینا هزاران تن میشدن این طلبه ها؟ نه خیر، اصلا اینجوری نبود. تعداد طلبه های مبارز، حالا من نمیدونم آمار طلبه های قم چقدر بوده، ولی آمار طلبه های مبارز در قم به زحمت میتونم بگم که مثلا از 100 نفر 150 نفر تجاوز میکرد. یعنی به زحمت میگم، چون آمار دقیق الان ندارم. بگذاریم از اینکه وقتی انقلاب شد یه دفعه همه انقلابی شدن، یا یکی دو ماه قبل از پیروزی انقلاب همه انقلابی شدن و بعدها همه گفتن که نمیدونم اصلا ما خودمون چه گوارا هستیم، از اول ما انقلاب رهبری کردیم. همه خودشون یه خمینی بودن، ولی واقعیت امرش این است که هست. الان بسیار از اون افراد هستن، بعضیاشون از دنیا رفتن، بعضیاشون منزوی شدن، گفتن بعضیاشون اعدام شدن، ولی همه اون روحانیون و مبارزم همه بیش هم کم بیش هستن و همه اینا رو ما کم بیش میشناسیم. میتونیم مثلا کاملا حتی به افراد هم درجه به افراد اینقدر کمن که میشه افراد رو به نام هم از اینها مثلا یاد کرد. یکی بنابراین تبلیغ به نفع آیت الله خمینی بود در مرحله اول، بعد در مرحله دوم مجاهدین بوده، در مرحله سوم فدایان خلق یا هر گروه های مارکسیستی بود. اون زمان این مذهبای اعتقادی ایدئولوژی که بعد از انقلاب پیدا شد، چپیم و راستیم و مسلمونیم و غیر مسلمونیم و ملحدیم و این حرفا نبود. اون زمان بنده نمیتونم بگم همون اندازه، ولی به هر حال در کنار عواطفی که نسبت به آیت الله خمینی نشون میدادن، به مجاهدین و به حنیف نژاد و رضایی ها نشون میدادن، اینا هم الگوهای ما بودن. و بعدش هم همون اندازه هم یادی در یه مرحله پایین‌تر نسبت به چریکان بوده. البته در حیطه مذهبی ها من میتونم بگم که شاید نقش فرهنگی بسیار اثرگذاری شریعتی داشت، که خب در میان طلبه های مبارز خب خیلی علاقمند داشت کتاب های ایشون، بخصوص از سال 49 به بعد که آثار ایشون آمد، کتاب های ایشون چون دست عموم و علنی هم بود در یه دوره ای میشد اینو پخش بکنی، نوارای ایشون خیلی خیلی اثر داشت در روستاها، چون زبان بیان ایشون خیلی روشنفکرانه نبود، عمومی بود، از علمان ها و نمادهای مذهبی صحبت میکرد، از حسین و علی و فاطمه و زینب صحبت میکرد. این الگوها رو یک چپ نمیتونست به مردم بیان بکنه. او اگر میگفت چه گوارا، کسی نمیفهمید چه گوارا کیه. اگر میگفت نمیدونم لنین و ماو، کسی نمیفهمید. اگر هم میفهمید مخالف بود، برای اینکه میگفت دشمن خدا و دینه. اما ابوذر غفاری که دشمن دین نبوده که. من حالا نمیخوام اون رو تحلیل بکنم، فقط خواهم دارم گزارش میدم خدمت شما که خمینی و مجاهدین و شریعتی و از حضور شما که و فدایان مرزبندی وجود نداشت. ما فکر میکردیم همه اینا چون در مسیر مبارزه هستن، همه برای ما میخوان آزادی بیارن، همه برای ما عدالت میخوان بیارن، ما را از استعمار و استبداد و استثمار و امپریالیسم میخوان ما را نجات بدن. وجه اشتراک اینا رو همین کلیات میدونستیم. به همین دلیل ما خودمون اینقدر این مرزبندی ها در نزد ما کم رنگ بود. وقتی که در سال 57 فکر میکنم پاییز یا تابستون 57 بود که 9 نفر از چریکا رو در تپای اوین تیربارون کردن، که البته ما گفتن اینها در حال فرار بودن، ما اینا رو کشتیم، که 7 نفرشون غیر مذهبی بودن، 2 نفرشون مذهبی بودن، که یکی از اونها بیژن جزنی بود. ما البته همشون رو موقع دقیق نمیشناختیم، ولی اجمالا میدونستیم که 2 تا مذهبی هن که از بچهای مجاهدین بودن، مصطفی خوشدل تهرانی و یکی هم کاظم زلنوار، و 7 تا دیگه غیر مذهبی بودن، فدایان خلق بودن، یکیش هم بیژن جزنی که چری شاخصشون بود. ما تو مدرسه فیضی زیر کتابخانه که همیشه اونجا جمع می‌شدیم شعار می‌دادیم، مرگ بر حکومت فاشیستی، و البته علی شاه هیچ وقت شعار نمی‌دادیم تا دوران انقلاب، هیچ وقت در هیچ جایی علی مرگ بر شاه و این حرفا، نه این اواخر باب شد اینا نبود، ولی مرگ بر حکومت فاشیستی، مرگ بر استبداد، نمیدونم که این نوع شعارها، یا در نقطه مقابل درود بر خمینی بزشکر، این نوع شعارها ما می‌دادیم. در اونجا ما مجلس ختم بود برگزار کردیم برای این کشته شدگان 9 نفر مذهبی و غیر مذهبی، براشون قرآن خوندیم، جزوه خوندیم طبق معمول. میخوام بگم این مرزمدی ها در اون موقع وجود نداشت. و بعد هم که همونجور که گفتم نوارها، سخنرانی ها، جزوه ها، همه اینا تا به روستاها میرفت و در اعماق جامعه میرفت و اینها تونست اثر بگذاره، و این همگرایی هایی که بین نیروهای سیاسی چی در حوزه و چی در تهران دانشگاه وجود داشت، سرانجام تونست که به دوران انقلاب برسه. من خودم در تهران که می آمدم، بخصوص قبل از ازدواج، چون همسرم در تهران بود، از سال 5 که ازدواج کردم، خب طبیعی بوده که به منزل خیشان سببی می رفتم. اما جلوتر از این جای من امیرآباد کوی دانشگاه با دانشجویان بود. اون موقع نوع طلبه های مبارز با دانشجویان و دانشگاهیان همراهی همدلی داشتن، و از کدام این مرزبندی ها هم در اون دوران وجود نداشت.
و بسیار از فعالیت های دیگه. حالا فعالیت های دیگر براتون اگر بخوام بگم مفصل خواهد شد. دعای مثلا هیچ راهی نداشتیم برای اینکه نام خمینی رو بیاریم. گاهی تو یک جلسه سخنرانی یکی صحبت میکرد، یک واعظی مثلا میخواست نام خمینی رو بیاره، میگفت که مثلا چون نام خمینی وقتی میگن حالا صلوات میفرستادن، این به معنی هدایت مثلا تایید رهبری ایشون بود. اون وقت یک نفر یک واعظی داشتیم، آقای برقعی، خیلی آدم زیبا شیرین سخنی بود. ایشون میگفت که کلینی یک از علماست، بعد میگفت کلینی بر وزن خمینی من صلوات میفرستاده. میگفت که خب اصلا چرا من چی گفتم مگه شما صلوات فرستادید؟ من میگم خمینی بر وزن کلینی بر وزن خمینی بار دیگه صلوات میفرستاده. از این نوع. یا مثلا میرفتیم دعای چیز میخوندیم، دعای توسل میخوندیم، شبای چهارشنبه تو حرم از معصومه، تو دعای توسل خمینی رو اوائل به نام، بعد چندی بار ما رو دوون در زمین خوردیم، کتکمون زدن مامورین حضرت معصومه، حرم از معصومه، و سرانجام عرض کنم که دیدیم که اسمشون نمیتونیم بیاریم، در قالب جملات عربی اسمشون رو میآوردیم، میگفتیم امامنا و مولانا، نمیدونم که سیدنا، روح الله انا، از اینجوری به اصطلاح نام میبردیم. بالاخره از شاگردهای مختلف، روشهای مختلف استفاده میکردیم که نام ایشون رو زنده نگه داریم، برای اینکه نام ایشون نماد و سمبل مبارزه بود و کاربردم داشت در اون و کاربردم داشت دیگه. بله، بعدها دیگه سال 57 اونقدر کاربرد داشت که دیگه به جای نام ایشون که میآمد به جای یک صلوات سه تا صلوات میفرستادن، برای اینکه رهبری ایشون کاملا نسبت به مراجع دیگه محرز بشه. با سپاس فراوان از شما. در هفته گذشته نیز با دیدگاه دکتر عزت الله همایونفر، استاد دانشگاه و معاون وزارت اطلاعات ایران آشنا شدید. و اما شما در ایمیل های خودتان تعجب کرده بودید که چرا چنین شخصیتی رو به ملت ایران میگوید اگر با شاه مملکت مخالف بودید، خب میرفتید خانه او را به آتش میکشیدید، چرا خانه خودتان را به آتش کشیدید؟ حرف منطقی بود، ولی آیا شاه آنقدر خطاکار بود که باید خانهش به آتش کشیده میشد؟ هم بله و هم نه. بله، به خاطر جو اختناقی که به وجود آورده بود و کلی احزاب تعطیل و ملت هیچ پایگاهی در جامعه نداشت و نهایتاً توانست یک ملا بر گرده ملت ما سوار شود. بله، در این رابطه شخص شاه خطاکار بود، اما نه به خاطر اینکه در دو سال آخر که فضای باز سیاسی را آغاز کرده بود، ملتی که بدون تجربه سیاسی 25 ساله در یک نابسامانی عمیق گرفتار آمده بود، طعمه ملایان فرصت طلب کردید. و اینجاست که به خوبی میبینید طی دو سال آخر در اصل شاه بر اوضاع مملکت حاکم نبود، کشور را عده دیگری میرانندن. این برداشت را شما از تحقیقات گسترده‌ای که طی این سالها انجام شده و حتی با رجوع به کتاب عباس میلانی و کتاب محمد رضا شاه آخرین شاهنشاه ایران نیز خواهید داشت. در اینجا به آخرین نطق پادشاه نگاه می‌کنیم. چهره شاهی که در اوج بیماری است ولی هنوز شاه است. نگاه کنید. هر وقت خواسته شوید. ملت عزیز ایران، در فضای باز سیاسی که از دو سال پیش به تدریج ایجاد می شد، شما ملت ایران علیه ظلم و فساد به پا خواستید. انقلاب ملت ایران نمی تواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد. متاسفانه در کنار این انقلاب، دسیسه و سوء استفاده دیگران از احساسات و خشم شما، آشوب هرج و مرج و شورش نیز به بار آورد. موج اعتصاب ها نیز که بسیاری از آنها برحق بوده، اخیراً تغییر ماهیت و جهت یافت تا چرخ‌های اقتصاد مملکت و زندگی روزمره مردم تلج شود. من آگاهم که به نام جلوگیری از آشوب و هرج و مرج این امکان وجود دارد که اشتباه‌های گذشته و فشار و اختناق تکرار شود. من آگاهم که ممکن است بعضی احساس کنند که به نام مصالح ملی و
و پیشرفت مملکت و با ایجاد فشار این خطر وجود دارد که سازش نامقدس فساد مالی و فساد سیاسی تکرار شود. اما من به نام پادشاه شما بار دیگر در برابر ملت ایران سوگند خود را تکرار می کنم و متعهد می شوم که خطاهای گذشته و بیقانونی و ظلم و فساد دیگر تکرار نشده، بلکه خطاها از هر جهت جبران نیز گردد. متعهد می شوم که پس از برقراری نظم و آرامش در اسرع وقت یک دولت ملی برای برقراری آزادی‌های اساسی و اجرای انتخابات آزاد تعیین شود تا قانون اساسی که خونبهای انقلاب مشروطیت است به صورت کامل به مرحله اجرا درآید. من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم. من حافظ سلطنت مشروطه که موهبتی است الهی که از طرف ملت به پادشاه تفویض شده است هستم و آنچرا که شما برای به دست آوردنش قربانی داده اید تضمین می کنم. تضمین می کنم که حکومت ایران در آینده بر اساس قانون اساسی، عدالت اجتماعی و اراده ملی و به دور از استبداد و ظلم و فساد خواهد بود. آقای افشار، موقعی که شما در وزارت دربار مسئولیت تشریفات رو داشتید، ما می دونیم که یک روزی شاه فقید اعلامیه رو خوند که نطق معروفی به نام من صدای انقلاب رو شنیدم در اون گنجانده شده بود. در اون رابطه شما حتما در تشریفات اطلاعاتی داشتید. بله. چگونه اون نطق رو شاه نوشت و بعد خوند؟ این رو لطفا توضیح بدید. بله، اتفاقا منده اطلاعات خیلی کاملی هم تعریف می‌کنم. برای اینکه همونطوری که خدمتتون عرض کردم، روزی که ازهاری آمد و شریف امامی رفت و بلافاصله روز بعد ازهاری به عنوان نخست وزیر آمد، وقتی که وزیر دولت معرفی کرد رفت، اعلیحضرت فرمود که قراره که یه نطقی حاضر بشه که بیارن اینجا سر رادیو تلویزیون، شما بگید خبر کنن که بیاد. منم به یزدان پناه که مسئول اطلاعات بود گفتم، اونم اطلاع داد که در ساعت 1 بعد از ظهر باشن که نطق اعلیحضرت رو برپورت کنند و بعد هم در ساعت 2 بعد از ظهر در تلویزیون، در رادیو و تلویزیون نشون بده. بعد خب این گذشت، ساعت تقریبا شد نزدیک ساعت 1 و از نطق خبری نبود. اعلیحضرت فرمودن این نطق کجاست که من صحبت بکنم؟ همینطوری فرمودن من آخه باید این نطق رو قبلا یه دفعه بخونم که در موقع خوندن دیگه توپخت نزنم، و این کجاست این نطق؟ من تحقیق کردم و بعد گفتن نطق حضور اولیا حضرته. حضرت فرمودن مگه اولیا حضرت میخوان نطق بکنن؟ عرض کردم خیر. گفت پس چرا نطق رو بردن اونجا؟ نطق رو بگید بیارن اینجا. این جریانی که هست، بنده مثل که دیروز بود همش یادم هسته. بعد نطق رو آوردن تو حضور اعلی حضرت و اعلی حضرت هم این نطق رو خوندن و بعد تشریف آوردن تو اتاق بنده. من پشت میز نشسته بودم. با نطق آمدن اونجا، من بلند شدم از پشت میز بودم بیرون، فهمیدم نه خیر، بشین همینجا بشین، و مثل یک ارباب رجوع ایشون نشستن جلوی میز بنده. بله. در اون ور آقای اصلانی همکار بنده که در تشریفات بود و خانم کسی که در چیز هستن، در لندن هستن، انصاری. بله. خانم سودی انصاری. بله. موشی. بله. ایشون هم بودن که تایید بکنن. بله. آقای اصلانی هم یادداشت بکنن. این طرف هم آقای دکتر حسین نصر و آقای قطبی نشسته بود. آقای رضا قطبی. رضا قطبی نشسته بود. اعلیحضرت این نطق رو خوندن، به یعنی نگاه کردن اینا، بعد این نطق رو انداختن جلو من رو میز، نگاه کردن به این دوتا آقایون و گفتن که من نباید این حرفا رو بزنم. من نباید این حرفا رو بزنم. چی من بگم؟ بعد هر دو آقای قطبی و آقای سیدان گفتن که آقای اعلیحضرت الان وضع طوری هستش که اعلیحضرت خودتون باید در ردیف ملت بذارید و ملت چیزی که میخواد اونجوری بفرمایید اینا، و اگر که موافقت میفرمایید نطق به همین طور باشون. خلاصه چون وقت نبود دیگه، این نطق هم بایستی که زود اعلیحضرت دوباره وقتی که اینو مطالعه کردن بعدا بخونن و این ضبط بشه و بره به چیز، به ساعت 2 نمیرسید. حالا چه عجله‌ای بود که حالا اون روز برسه بنده نمیدونم، و این مجبور شدن این نطق رو به همین ترتیبی که ملاحظه میفرمایید اعلیحضرت خوندن. بعد آقای
قطبی و آقای حسین نصر وقتی که رفتن و این نوت رو در هر حال قبولوندن به علازت که علازت بخونن و علازت هم با کمال بیمیلی البته قبول کردن که بخونن، ما منتظر شدیم تا این پخش شد از رادیو، از تلویزیون و از رادیو. من خودم بعدم فضولی کردم، تلفن کردم به سفیر آمریکا و گفتم که شما این نوت رو خوندید یا نه، این نوت رو شنیدید یا نه. گفت من شنیدم ولی خب چون فارسی نمیدونم اینو دارن ترجمه میکنن برای من که من ببینم چی هستش، ولی فقط میتونم به شما بگم که آقای لاچینی به من تلفن کردن گفتن این نوت خیلی نوت خوبی بود. خب البته من میدونم چون آقای لاچینی اینا همشون جزء جبهه ملی و اینا بودن مطابق میل اونا بود البته اینا، ولی این نوت من خیلی خوشحال هستم که تونستم بگم کی این نوت رو نوشت، برای اینکه همه میگفتن که این نوت رو آقای امینی نوشته، آقای شریف امامی نوشته، آقای شجاعی الدین شفا نوشته، اینا درسته بودن. آقا اینا هیچ کدوم از اینا در این کار اصلا دخالت نداشتن، این نوت رو فقط و فقط آقای حسین نصر و آقای قطبی نوشتن هر دوتاش، و اینو خواستم فقط خدمتتون عرض کنم. مورد نظر شهبانو هم بود البته دیگه. البته می‌دونید رادیو تلویزیون که متأسفانه خدمتتون عرض بکنم بنده خیلی هم نه دشمنی دارم نه دوستی هم دارم من با آقای رضا قطبی، ولی بالاخره در یک جایی هستش که آدم میتونه کریتیک کردم بدون شک بگه. بله. آقا چطور ممکن هستش که رادیو تلویزیون ایران اصلا از هیچ واقعی حسابی که در ایران میفته خبر نده و فقط اخباری رو بده که مردم رو ناراحت بکنه یا اینکه به ضرر دولت باشه؟ من در مکزیک هم بودم آقا، من در مکزیک بودم، من اونجا خوب مطالعاتی داشتم. پادشاه مکزیک ماکسیمیلیان برادر پادشاه اتریش فرانسوای جوزف بود و این پادشاه مکزیک بود و بعدم اونجا باز آمریکایی‌ها یه کارایی کردن و خواستن دموکراسی به وجود بیارن و بالاخره پادشاه رو زندانی کردن و بالاخره پادشاه رو اعدام کردن. و من اینی که در اونجا دیدم، دیدم که خب این جزء اطلاعاتی است که من به دست آوردم. آقا یه دفعه در تهران شب نشسته بودم، حالا چه روزی؟ 14 بود یا 24 خرداد بودش که خمینی اینا در قم شروع کرده بودن در دفعه اول. اول که بله 14 خرداد بود. خرداد بود اینا. شب 14 خرداد یه فیلم اینو در تلویزیون تهران نشون دادن. و بعد فیلمی که در تلویزیون تهران نشون دادن، من با زنم تماشا میکردم، من گفتم امیدوارم که اون قسمت آخرش که پادشاه رو تیربارون میکنن اون رو نشون ندن اقلا. اونم نشون دادن. معروفه. روز بعد من به علازه دادم بابا دیشب فیلم ملاحظه فرمودید آخه. فرمودن که بله شدیدم به آموزگار بگه، آموزگار بود نقصدی باید. بعد وقتی یه پیاده میرفتم با علازت بالا به کاخ بالا، همین بالا علازت شاهزاده رضا پهلوی از اتاق از قصر خودشون کاخ خودشون کوچولو پریدن بیرون، گفتم پاپا شما دیدید دیشب چه فیلمی رو نشون میدادم؟ گفت خب بله به اون پسر دایید بگو که این فیلم ها رو نشون میدن. ولی خب متاسفانه این اشتباهات رو کردن دیگه. یک سیاست مطلق وجود نداشت در کشور که همه چیز رو در مسیری بکشونی که اینقدر دیگه شروع شده بود دیگه مرحله. خب برای اینکه خب تصمیم گیری ها شخصی بود دیگه، فقط از طریق شاه فقیر بود و متاسفانه البته این کتاب چیز اگر شما بخونید متروخین رو بخونید ما که خدمتون عرض کردم تمام این سازمان ها همه اینا رو همه رو نوشته و تمام نزدیکی که این آقایون دانشجویان در داشتن در پاریس بله و پاریس شده که بودن همه اینا رو تمام دونه دونه نوشته که اینا بودن و چه حتی که من نمیتونم باور بکنم نمیشود چه حتی چیز سرپرست این دانشجویان که آقای جهانگیر تفضلی بودش اونم آدم ما بود، یعنی آدم کیشیبی بود. اون واضح فرمایید خیلی جالب خیلی جالب این کتاب اگر بخونید آدم اصلا با آدم نمیتونه باور بکنه، ولی بعد چون که صحه دولت انگلیس داره که به تأیید اینه که این کتاب تمام چیزا مدارک صحیحه آدم چند باور اینطور شما متوجه میشید که از نظر اطلاعاتی چقدر سازمان امنیت سابق ضعیف بوده. والا سازمان امنیت سابق رقیب بنده همونی که خدمتتون عرض کردم دیگه، ولی سازمان امنیت سابق والا من اونایی که بنده میدونم که بیشتر فکرشون در این بوده که مردم چجوری زندگی میکنن و کی چی میگه، صحبت های تو در سفارت خونه ها که ما بودیم فقط میپاییدن که چه اتفاقاتی در سفارت میفته، ولی آیا
گزارشات حسابی. حالا ملاحظه فرمایید این آقای رفیزاده که الان کتاب نوشته آقای رفیزاده، آقایشون پول بگیر همه دستگاه ها بودن، ایشون نماینده با FBI کار میکرد، با CIA کار میکرده. من 4 سال با آقای رفیزاده بودم در اونجا. آقای رفیزاده در واشنگتن نبود و در نیویورک بود. چه بازی های اینا سر ما در میآوردن باور بفرمایید. ولی خب البته من هیچ وقت با ایشون همکاری نداشتم و نتونستم کاری بکنم. ولی خب ملاحظه میفرمایید که تو این کتابش هم هر چی نوشته همه. آقای رفیزاده نیست که من رفتم توی اتاق دیدم علاحضرت و آقای اصلا چجوری رفتی تو اتاق علاحضرت شما در چیز در هتل والدورف والدورف تاور گارد هستش خلاصه بنده اگه بخوام برازی با آقای رفیزاده بگم خب نمیخوام بگم چون ایشون میشناسم ایشون من میشناسم ولی خب این اشتباهات متاسفانه در زمان سفارت شما بود در واشنگتن درسته؟ بله اون موقع آقای رفیزاده بود. در هفته آینده هم می نشینیم پای صحبت یک نماینده مجلس شورای ملی ایران که در روزهای انقلابی بیش از همه حکومت شاه را به مبارزه می طلبید، ولی نهایتا چون من و شما پس از انقلاب به خارج کوچ کرد و قبل از پایان این کوچ عمرش را به شما داد. احمد بنی احمد نماینده معترض تبریز در روزهای پرآشوب سال 57 بود. این نیز قسمتی از آرشیو بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان است که در تلویزیون ایران فردا به شما تقدیم می‌گردد. ما مبارزه رو به خاطر یک سیستم آزاد که بتونه مردم رو در تصمیم گیری های خودش شرکت بده و جامعه رو از یک نیرو و انرژی مهار شده سیراب بکنه کوشش خودمون رو شروع کردیم و من هیچ یادم نمیره اولین بار و شاید 2 هفته‌ای از عمر مجلس نمیگذشت که من در برنامه دولت آقای هویدا صحبت کردم و چند نفر دیگری صحبت کردیم که از همونجا به باور آقایونی که در همون روزهای اول در مجلس ما به هم رسیدیم، مرحوم دکتر عاملی تهرانی یا آقای پزشکپور که شما نام بردید، که هدف ما بدون این که مناسبات شخصی با هم داشته باشیم واقعا اجرای نقش پارلمانی خودمون بود. تا هفته آینده. در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا یک روزی با هم آن را به پایان برسانیم. تا هفته آینده. و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را هنوز را.